وګه ولس کپسمه کپغروی او کد ژوند په تمه هم تمامیږي نو د تشه گیډه د ډکولو او د خپل اولادونو د خیراز راتلونکو لپاره بل لار به څول لري پرته لدی چې له هواده وتختی او هغه هوادونو ته پناي یوسی چې څوک د غم کولو هم نشته. په افغانستان کې ناامنی د بیکاری د کچې لوړیدل او د غراز د یو شمیر فرهنګي لاملونو له امله ګڼ شمیر کورنۍ او ځوانان اوس دې ته اړ کیږي چې له هواده وتختی او ځینې اروپایي یا نورو هوادونو ته پناه یوسي. په دې ترڅ کې دا اسانه هم نه تمامیږي، د دې په منځ کې د ډیرو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ شي او دوی یوازې د مرګ او مرګ په منځ کې د ژوند یوه تته تلوسه له ځانه سره وړي. په پس از خبر کې نن د هیواد څخه د افغانانو د کډه کېدو او تیښتې او د بیلابیلو لارو له امله چې له ګڼو خطرونو سره مخامخ دي له هیواده بهر تلو ته ځانګړې کړې ده. تر دې مخکې چې بحث پیل کړو لنډه دمه تاسو بیا هم خراغ لاس وایم. پس از خبر ګورئ او موضوع مو هم له هیواد څخه د ګڼ شمیر افغانانو وتو او فرار ته ځانګړې کړې ده. دا چې لاملونه یې څه دي، څه ډول کېدای شي د دغې پدیدې پر وړاندې حکومت وړ حل لارې عمومي. په داسې حال کې چې ویل کېږي چې د یو میلیون نه ډېر افغانان یوازې په څو میاشتو کې بیکاره شوي دي او تر اوسه هم داسې پروژې او کارونه تر لاس لاندې نه لیدل کېږي چې ګویا وښیي د کار کچه به په افغانستان کې زیاتیږي او بیکاري به پای مومي. له بلې خوا امنیتي ستونزې هم د دغې ستونزې یو لامل ګڼل کېږي. را سره په سټوډیو کې همدا شیبه د مدني ټولنې فعال رحیم جامی او ورسره لیکوال او څېړونکی ښاغلی یاسین نګا دی. تاسو دواړو ته ډېر ښه راغلاست وایم، ډېره زیاته مننه کوم چې تشریف مو راوړی. جامی صاحب، له تاسو یې پیلوم، تاسو ته څنګه ښکاري؟ ویل کېږي چې هره ورځ حد اقل په سلګونو شمېر باندې افغانان د بېلابېلو لارو د خطرونو په منلو له هېواده بهر وځي، لامل یې څه دی او په دې برخه کې باید څه وشي؟ به نام خدا، با تقدیم سلام بر همکاران تکنیکی عزیز، همچنان بیننده های عزیز. امرو قمی که شما برشمردین، عوامل متعدد باعث ازی میشه که نسل جوان و جوانان متخصص، متفکر و سرمایه های آیندی ای کشور ازی سرزمین فرار بکنند و برند بیرون. یکی از عوامل میتونه شده که عدم اطمینان از امنیت و ثبات دائمی در کشور است. موضوع دوم، عدم اشتغال یا شغل داشتن در نزد جوانان و بحث دیگه هم که برمیگرده بر همی، عدم اعتماد و اطمینان از داشتن شغل. یعنی یک جوان زمانی که میره در یک پروسه، در یک جای نصب میشه، در جای کار به دست میره، اطمینان دیگه نداره که یک سال میمونه اینجا، شش ماه میمونه، چهار ماه میمونه و چی مدت زمان اینا میمونه. چرا یک سیستم و یک پروسیجر نیست که متاسفانه تمامی ساختارهای ما سیاست زده شده. و در کنار از او موضوع دیگه که از عدم تخصصگرایی و شایسته سالاری هست. به این معنی که بحث امنیتی ما یک بحث جداگانه هست. اما برمیگردیم به این که چرا ناامنی ها افزایش میابه و در ضمن از چرا تخصصگرایی، شایسته سالاری و شغل و امو به اصطلاح عامیانه کار به اهل کار سپرده نمیشه. شما شاهد بودین که حداقل در سالهای گذشته را میگذاریم، تنها سال 1393 را اگر ما بگیریم، دولت ما در مجموع از مجموع بودجه انکشافی خود 46% مصرف کرده و 54% نتونسته مصرف کنه. 56 واحد اداری ما به شمول وزارت ها، ریاست ها، کمیسیون ها، ریاست های مستقل افغانستان. و فاجعه هست که وزارت های کلیدی و ادارات کلیدی مثل اداری مبارزه با حوادث 7% تونستند بودجه خود مصرف کنند. و در کنار از او متاسفانه ای عدم ظرفیت و تخصص و درایت و بالاخره شایسته سالاری برمیگرده به ای که ما متاسفانه یک فرهنگ بدره که از خود به جا گذاشتیم، مصلحت گرایی در نظام هست. زمانی که شما واحدهای اداری افغانستانه، زمانی که ادارات افغانستان شما میاین بر اساس مصلحت گرایی به قوم و زبان و گروپ و حزب و تنظیم تقسیم میکنین، در اونجا طبیعی هست که شایسته سالاری در اونجا درایت، تفکر، پلان، برنامه معنی نداره. هر فردی که در امو وزارت میمونه، در 5 سال اگر میمونه، میگم این 5 سال از من باید به هر شکلی که شده من غم خدا و گروه خدا و حزب خدا و حلقه خدا بخورم. پس به این اساس اگر جوان ها هم میاین و میخواین که کار را انجام بدن، از پیش ببرن، بر از اونها اجازه کار دادن نمیشه که رقابت های منفی در درون ادارات وجود داره. و از جانب دیگه هم یکی از بحث های جدی همی هست که متاسفانه
تای 14 سال با در نظر داشتی ای که امکانات فراوان و سرشار در داخل افغانستان سرازیر شد، متاسفانه ما 4 تا آدم را که حداقل مفکوره می داشتن، برنامه می داشتن، پلان می داشتن، نتانستیم پیدا کرده که اونا از همون امکانات و منابع استفاده بکنن و زمینه ای را مساعد بسازن که زیربناها تقویت پیدا بکنه تا این جوان ها فرار نکنن. اما یکی از تعهداتی که حداقل در دو بزرگوار ما در زمان کارزارهای انتخاباتی داشتن، دکتر صیب عبدالله و دکتر صیب غنی، اینا بحثشان بود که 1 میلیون شغل ایجاد میکنیم، اما متاسفانه 2 میلیون جوان این کشور در این مدت کم فرار دادن. این جوانان ما در دریا غرق میشن، این جوانان ما در مرز با ایران که روزانه گفته میشه اوسط 2000 نفر از اینجا بیرون میره، در همین روزا اسناد هست، شواهد هست، دوستایی هستند که بالای 100 نفر تیرباران میشن، چشم و گرده از اونا کشیده میشه و بعد از جسد اونا در دشت انداخته میشه، ولی این جوانا فرار میکنن از اینجا و اینا خودشان زمینه ساز از این پروسیجر بودن، نه کسی دیگه، و همین حکومت و همین نظام بوده. و از جانب دیگه هم ایده از کشورها پروسه هایی را ایجاد کردن که به نام مسئولیت برای شهروندا و یا کارمندان خود میخواین همون جوانای متخصص ما که حداقل در 10 سال گذشته تانستن چیزی را بیاموزن و یک نیرو باشن، اونا را بیرون بکنن. به همو اساس یک تعداد جوانا به صورت رسمی بیرون میشه، توسط بعضی سفارت ها و کشورها بیرون برده میشه به عنوان ای که در پروژه های زینا، در برنامه های زینا و یا با نیروهای زینا کار کردن. و یک جمع دیگه هم که در اینجا به سطح جهان متاسفانه باز هم قاچاق انسان که یکی از پردرآمدترین برنامه ها هست، قاچاقبران و مافیای قاچاق انسان توجهشان به افغانستان، سوریه، عراق و کشورهای ناامن معطوف داشتن و به خاطر به دست آوردن سرمایه هر گونه نیرنگ و فریب را استفاده میکنن تا جوانا را بیرون ببرن. در ازیت آمان جامی سب آقای نگاه، طور که سخنان آقای جامی را شما شنیدین، راه های مختلف و عوامل مختلف یادآوری کردن، ولی حالا یک مسئله که خیلی جدی تر از افغانستان، کی ها هستند که زمینی قاچاق انسانی را فراهم ساخته و بالاخره جوانان افغانستان را فریب داده با کام مرگ میکشانه؟ با سلام خدمت شما دوست بسیار خوب حضرت جامی و جمعی دوستایی که برنامه را میبینن، من فکر میکنم که این سکه دو رو داره. اگر یک طرفه محاسبه کنیم که سهل‌انگاری حکومت یا بی‌توجهی حکومت یا بی‌برنامگی حکومت سبب سفر و مهاجرت روزافزون جوانان شده، یک مقدار غیر منصفانه خواهد بود. یک روی سکمی است. حکومت متاسفانه در 13 سال گذشته هیچ گونه برنامه مدون، استراتژی، پالیسی، چشم‌اندازی که خط و نشان بکشه و حمایت کنه جوانان متاسفانه نداشته. شما ببینید ما خوشبختانه جزء معدود کشورهای در سطح جهان هستیم که بالای بیشتر از 60% نیروی جوان هستیم. این سرمایه است واقعا. مواد بالقوه است برای کار، برای اشتغال، برای حکومتداری، برای انکشاف، برای رسیدن به یک اقتصاد خوب، برای رسیدن به رفاه. این بسیار کم کشورها داره که ما جزو معدود کشورها هستیم که بیشتر از 60% نیروی جوان داریم. از این باید استفاده میشد، نشده. ما در اداره اولی، اداره موقت و اداره انتقالی یک وزارتی داشتیم، منم وزارت جوانان، که اداره به شدت تشریفاتی بود، به شدت تشریفاتی. رفته رفته ای وزارت جوانان تبدیل شد به معینیت جوانان در چارچوب وزارت فرهنگ، که تا هنوز هم من نمیفهمم میان معینیت جوانان و وزارت فرهنگ چه نسبتی وجود داره که زیر مجموعه از او تعریف شده. و یکی از بی‌کفایت‌ترین ادارات متاسفانه هیچ گونه کار نشده، فقط یک سری ورکشاپ های تشریفاتی و تکراری که پول بادآورده خارجی ها مصرف میشه و هدر میشه. و در سراسر افغانستان، در 34 ولایت افغانستان، ما یک جوان را ندیدیم که از یکی از این برنامه مستفید شده باشه و این برنامه در زندگی از او بهبود ایجاد کرده باشه، نگرش سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا سوادش تغییر داده باشه. ملامت از حکومت قابل دفاع نیست، بی برنامه. بخش دیگه مسئله، یک سوالی که واقعا متوجه نسل خود ما است، متوجه همی جواناسی است که خب حکومت کاری نکرده، ناامنی هست، بیکاری هست، بدبختی هست، مثل که آقای جامی گفت تیرباران کردن هست، اما مسئولیتی نسل چیست؟ این سوال واقعا ما باید جواب بدیم. آیا فرار کردن گزینه عقلانی است؟ ما به عنوان یک شهروند بارها زمینی سفر، پناهندگی و مهاجرت برای مساعد شده در طول سالا، برای ثانیه فکر نکردیم به این گزینه که چون افغانستان جنگ است، افغانستان بدبختی است، بنابراین باید رخت خود از این ورطه کشید. با هر چی که میزان بدبختی، میزان فقر و بیکاری در افغانستان بالا رفته، اراده بیشتر داشتیم برای حضور در این مملکت.
چرا؟ اعتقادم چیز؟ اعتقادم ایست که اگر ما کار نکنم، خودت کار نکنی، آقای جامی کار نکنه و جمعی از جوانایی که دایه مچون فرهنگی بوده ندارن، تحصیلات عالی را دارن، شعور دارن، فهم دارن، یا وقتی میرن تبدیل به کارگری درجه سه در یک کشور دیگه میشن، معنایش ایست که همه دغدغه یک چیز است که باید کار کرد، این کار مهم نیست، چیست؟ پول به دست آورد. اما اعتقادم ایست که اگر یک اراده ملی، یک اراده همگانی در میان جوانان افغانستان شکل بگیره که باید شکل بگیره. شما فکر کنید اگر بالای 60% نیروی مملکت تصمیم بگیرن که نظام تغییر کنه، به یقین که نظام تغییر میکنه. بیشتر نواجدین شرایط رای دهی ما در انتخابات گذشته نشان داد که جواناست. اگر بیشتر از 60% نفوذ جامعه تصمیم بگیره که اشتغال زایی صورت بگیره، قطعا اشتغال زایی صورت میگیره. اگر تصمیم بگیرن که گراف ناامنی به صفر برسه، شما باور داشتید که گراف ناامنی به صورت معجزه‌آسا به صفر میرسه؟ میخوایم بالای مسئولیت های حکومت بیشتر تمرکز داشته باشیم. از یک سو وقت شما تحصیل کرده باشین و یا اصلا تحصیلتان اونقدر نباشه که در افغانستان کار کرده بتانین، شرایط امنیتی و اقتصادی یک طرف و مسائلی که طوری که آقای جامی یادآوری کردن، با گفتی اینا حکومت وحدت ملی در انحصار افرادی است که اونا با سلیقه های خود افراد را استخدام میکنه در ادارات، ولی این مشکلات مسئولیتی که شما فردی انتقال دادین، هر کس شاید این مسئولیت را حس نکنه، حکومت ها مسئول هستند. به نظر شما اساسا حکومت اولین قدم باید میگذاشته این راستا چی باید باشه و چی باید بمینه؟ من فکر میکنم که این دفاع از حکومت وحدت ملی نخواهد بود، اما به صورت بی پیشینه در 13 سال گذشته، در 10 ماه گذشته، ما شاهد جذب جوانان در بدنی حکومت هستیم. مد عقل برداشت میست، ولی در عین حال گزارش ها کی ازی هسته که مهاجرت ها و قاچاق های انسانی افزایش یافت. دقیقاً من میگم که حکومت مسئول است. برنامه مدون تا کنون نداشتم. اداره‌ای که اختصاص داره به جوانان یک اداره تشریفاتی است، یک اداره فاقد کار و کارایی است و هیچ ربطی به جوانان نداره. هر سال یک سری نام‌ها و چهره‌های تکراری تقدیرنامه می‌گیرن از آدرس این اداره و این تبدیل شده به یک اداره صادرات تقدیر دیگری. من نمی‌فهمم که چی دردی رو دوا خواهد کرد. من میگم با همه اینها، وقتی حکومت میگیم، یک چیز فراموش نکنیم که حکومت کدام تافته جدا بافته از ما نیست. واقعاً ما به عنوان یک شهروند مسئول، وقتی ناامنی میشه فکر ما چیست؟ مسئولیت ما در قبال امنسازی مملکت چیست؟ فشار بالای نیروهای امنیتی، فشار بالای حکومت، بسیج مردم برای دادخواهی، برای امنیت، برقراری امنیت، صلح و ثبات. وقتی که گراف بیکاری در افغانستان بالا میره، وظیفه ما بازم به عنوان یک شهروند چیست که باید صدای خود را بلند کنم. دلایل و عواملی که گراف بیکاری در یک جامعه بالا میبره چیست؟ نرخ کار چرا افت کرده یا نرخ کار چرا بالا رفته؟ دلار چرا پایین آمده؟ دلار چرا بالا رفته؟ بدبختی اصلی است که فرار به صورت بسیار شرم‌آورش و خاموشانه اتفاق میفته. از طریق قاچاق، همون رقمی که آقای رحیمی گفت. این در شأن ما نیست، در عزت ما نیست، در وقار ما نیست. من میگم بیاید به یک سری بدیل ها فکر کنیم. باز تکرار میکنم که اگر 60% نفوس یک کشور تصمیم بگیرن برای تغییر هر وضعیتی، وضعیت قطعا تغییر میکنه. اما این تصمیم گرفته نشده. بعضی تحصیلات میگن، ما در بس تحصیلاتم متاسفانه یا خوشبختانه بگویم موزه بسیار خصوصی و فردی دارم برتان میگم و این بار بار در رسانه‌ها تکرار کردیم که ما با انبوی از جوانان تصدیقدار بی سواد مواجه هستیم. بالای 90% جوانانی که در افغانستان لیسانس دارن سواد ندارن در رشته‌ای که درس خواندن. این تجربه است که ما رفتیم در صنفای دانشگاه درس دادیم و ازیجه میگم این قصه بافته از ذهنم نیست. کورس‌های سواد آموزی با دانشگاه خصوصی از نظر من تفاوتی با هم نداره. یک در بدل یک مقدار پول شما بیشترین مسئولیت به گردن کی است؟ حکومت یا فردی که میخواد فرار بکنه؟ مسئولیت اولی قطعاً به دست حکومت است. مسئولیت در یک جامعه، امنیت در یک جامعه، رفاه در یک جامعه، اشتغال در یک جامعه و اشتغال زایی در یک جامعه. بسیار تشکر آقای نگار. جامی صاحب، لکه څنګه چې نگاه صاحب ځینې مسایلو ته هم اشاره وکړه، خو یو پوښتنه باندې غواړو بیا هم روښنایي واچول شي، له دوی څخه هم وپوښتل شو. دغه کسان چې انسانان قاچاقوي یا د دې زمینه برابروي چې په بیلابیلو نومونو، فریبونو، پلمو دوی ته وایي چې زه مو یا اروپا یا امریکا ته رسوم، او بیا په لاره کې لیدل کېږي چې په کراتو باندې په تیرو 14 کلونو کې په ډېر روښان ډول ولیدل شو چې ژوند له لاسه ورکوي، دا څوک دي او بالاخره ترننه پورې د دوی پر وړاندې ولا غږ نه دی پورته شوی؟ عالی است. اجازه بدین یک کمک به گذشته بر بگردیم. ما در قسمت مسئولیت پذیری کاملا با آقای نگاه موافق هستم. با بحث های حکومت و دولت هم صحبت شد.
اما ببین که یک سوال به گونه‌ای مطرح کنیم که کیها واقعا نمیگذارن که جوانان تحصیل کرده در داخل افغانستان زندگی بکنن و این کشور را بسازن و کیها هر 50 سال یک بار یک بلایی را بالای ما میارن که اینمی نسل فرار بکنن و ما باز به قهقرا بریم و ما یک دایره باطل دور باطل دور زده بریم. بود سیاسیش معلوم هست. ابر قدرت های جهانی، کشورهای منطقه که نفعشان در اینجا هست، ابر قدرت هایی که مخصوصا 8 کشور یا 20 کشور یا چند کشوری که در سطح دنیا حرف اول میزنند به عنوان میدان رقابت افغانستان بارها استفاده کردن و استفاده میکنند، اینا عاملین اصلی هستند که اجازه نمیتن جوانها محوریت ایجاد بکنند برای خود و هیچ وقت اجازه نمیتن که یک نسل اصالت خود به صورت درستش انتقال بده به نسل بعد. حتی اگر بیایم در متن جامعه ما مثال های بسیار جالبی را داریم. اگر یک آدم بپرسین شما که چرا 13 14 15 فرزند داری، میگه روزیش خدا میتن لنگر زمین برمیداره، در حالی که حقیقت نداره امروز دیگه. خب درست که خداوند روزی میده، درست لنگر زمین برمیداره، اما تربیه از او چی میشه؟ اگر شما بین یک کس را بپرسین که برادر برای اولاد چرا می کار نمی کنی، میگه پدرم بر من چی کرده بود. ما بارها شعارگونه برخورد میکنیم، هر روز میگیم آینده از جوانان است، اما فراموش میکنیم که امروز ما با جوانان چی کار میکنیم. به این اساس اگر نسل به نسل اصالت خود انتقال بدن تا جایی که ما مثلا به عنوان مثال تا جایی که من میایم کار کردیم، کار میکنم و دستاورد دارم، نقاط ضعف دارم، قوت دارم، او را از همون نقطه وقتی که من اکسپایر میشم و ختم میشم انتقال بتون برای فرزندم، برای نسل بعدی، که او دوباره از اول شروع نکنه و بیا از همین نقطه شروع کنه، به یقین که ما به یک نتیجه میرسیم. دوم، اگر ما تلاش برای ازی بکنم که ما محوریت جوانا را بر اساس ارزش های انسانی شکل بدیم، نه ارزش زبان، نه ارزش مذهب، نه ارزش قوم، نه ارزش سمت، نه ارزش ولایت، در اون صورت ما جوانا را میتونیم که گرده هم جمع بکنیم. اما متاسفانه حلقاتی هستن اینجا که روی دو هدف کار میکنن. هدف اولیشون این است که هیچگاه افغانستان ثبات به دست نیاره. جمی صاحب، دوم یک نکتهش خو یا یک بخششی که دستهای خارجی است که قدرت های بزرگ شما یادآوری کردین، در درون مملکت و افغانستان کی هستن که زمین سازی میکنن؟ در درون عوامل همو ابر قدرت هستن، همو افرادی هستند که به استادای عام میان آب گلالود میکنن که ماهی بگیرن، میان یکی را به نام پشتون استفاده میکنن، یکی را به نام تاجک استفاده میکنن، یکی را به نام هزاره استفاده میکنن، یکی را به نام ازبک، یکی ترکمن، یکی بلوچ، یکی پشه، یکی اینان، و بعدش در میان اینا میگن خب این ملک هم این ملک است، چون ما با اکثرشان برخوردیم، این ملک نمی رقم هست، ساخته نمیشه، آینده نداره، بنان برین. وقتی یک جوانی که میبینه و در یک سن رسیده که به پختگی خود نرسیده، همون دو گپ آقای نگاه، در افغانستان اکثریت جوان هم کمیل بیرون میره، یک آدم زبان انگلیسی رو میاموزه، در اینجا 4 دانه سند رو به دست میاره با هر شکلی که شده، فکر میکنه که یک متخصص است، اما فراموش میکنه که زمانی در یک کشور بیرونی میره زبان اصلی از اونها انگلیسی است، زبان دوم از یادم انگلیسی است، بنان او هیچ مهارت نشد، اسناد را که اینجا با پول خریده برای او هیچ مهارت شده نمیتونه، هموز که برمیگرده به زندگی فلاکتبار، اگر او هم که از این آلام و مصائب و بالاخره عوامل منفی و بدی که در فرارایش است که برسه در اونجا، و اگر در اونجا برسه و شهروندی را به دست بیاره، ما با جوانان از این تریبون میخوایم بگویم هرگاه شما فکر میکنین که در اروپا و آمریکا میرین شما یک آمریکایی میشین، هیچ که آمریکایی نمیشین، بر اساس قانون از اونها شما مهاجر هستین و از دید قانونی شما شهروند درجه دوی از اونها هستین. پس فرار راه حل نیست. بیاین جوانا همه چیزی را که در گذشته تجربه کردیم بار دیگه تجربه نکنیم، بیاین که ما با هم یک محوریت را شکل بدیم، همون محوریت را حمایت بکنیم، همون محوریت را تقویت بکنیم، برای اصلاح نظام بیاندیشیم و زمان این کشور ما میتونیم ساخته که ما بیم واقعا بر اساس ارزش‌های انسانی بحث بکنیم. امروز ما 3 نفر در همین جا ششتیم، از 3 نقطه، از 3 هویت، از 3 فرهنگ، از 3 جای نمایندگی میکنیم، با هم هیچ مشکلی هم نداریم. ولی اگر ما قرار باشه که خودمون نیندشیم و یک آدم دیگه بیا بر ما دکته بکنه، به همو است که ما هیچ وقت با هم اینجا نمیشینیم، ولی وقتی کسای دیگه دکته گرا را میبینیم و جلو از اون را میگیریم، پس به همو است که ما ارزش ها را با هم شریک میکنیم، با هم میشینیم. آقای نگاه، بسیار تشکر آقای جامی. باز هم سری از این نکته میخوایم بحث داشته باشیم. تا حال در افغانستان در هیچ محکمه
حداقل مسئله رسانه‌ای نشده که گویا گفته باشند قاچاقبران انسانی در افغانستان گرفته شدند، در حالی که بیشترین قاچاق انسانی از افغانستان صورت میگیره. چی خواسته‌های فرد در میان هست؟ حالا کیها هستند این افرادی که باز هم میخوایم تاکید بر ایشا، و چرا تا حال هیچ کسی از اینا به جزای اعمالشان نرسیده؟ من فکر میکنم قاچاق انسان یک تجارت جانی است. این تنها شامل آل افغانستان نیست. ماجرا افغانای ما چه از جا میرن به پاکستان، از اوجه باز قاچاق برای پاکستانی ها رو انتقال میتن، چه میرن به دوبه، چه میرن به ترکیه، چه میرن به ایران و خیلی از کشورهای دیگه، چه میرن به یونان. این یک سودا و یک بازی متاسفانه جهانی است و منحط و مختص به افغانستان نیست. من کدام نشانی خاصی را نمیشناسم، آدم خاصی را که کارشی باشه یا اشتغالشی باشه، اما اتفاق میفته. آمار دقیقی را من حداقل من ندارم که روزانه چه مقدار، اما بازم بحث من بحث قبلی است که اول بیاین این اراده را به چالش بکشیم. نیتی که جوان افغانستانی تصمیم میگیره این سرزمین ترک کنه با چه قیمتی؟ حتی ما میگم اوی که در یک برنامه رسمی دعوت میشه میره آمریکا و میمانه نمیایه، با یادمی که در بدر پول به قاچاق بر میته و ایره قاچاق میکنن، هیچ تفاوتی با ما وجود نداره از ایسی ارزشی. اردوش از طرف ما مردود و نادرست است. اردوش نادرست است، ذاتی کار. شما فکر کنین یک کس در افغانستان قاچاق برا دستگیر شد و این صنعت از کار افتاد، جوان افغانی میتونه براتی با یک ویزه پاکستان بره و ای کار در پاکستان انجام بده، از طریق پاکستان بره، براحتی میتونه بره تاجیکستان، براحتی میتونه بره ترکیه. راه حلی نیست. راه حلی خواهد بود که ما فکر کنیم که تفکر فرار از کجا آغاز میشه. اصطلاحی به نام فرار مغزو من اعتقاد ندارم. خیلی وقت کم داریم آقای نگاه. آخرین سوال و منحز جمع بندی، اگر وضعیت به همین حال که امروز جریان داره به همین منوال پیش بره، آیندهش چی میبینین؟ آیا کادر جوان که با استعداد است و به درد کشور خودش میخوره باقی خواهد ماند؟ من میگم که تلاش کنیم برای باقی ماندنش و کار کنیم. کار چطوری ممکن است؟ به صورت بسیار فشرده بگذارید بگیم که حکومت به سادگی میتونه برنامه ریزی کنه. ما امروز یک اداره داریم به نام وزارت کار. بعد نخواهد بود شما یکی از مسئولینش بخواید، کاش که امشب در این میز بود، ازش بپرسیم کمی چشمانداز شما، برنامه شما چیست واقعا تا 10 سال بعد قرار این مملکت از این اشتغال به کدام سمت بره. یک مسئله. دومی که شما برید در کل جان بگردید ببینید که کشوری که صادراتش صفر است آیا میتونه کشور باشه واقعا؟ آیا میتونه حکومت باشه؟ ما امروز صادراتمون صفر است چون تولیدات داخلی نداریم. ما بالای 90 چند درصد امروز وارد کننده هستیم. بینن کار نداریم. کابل یک شهری است که امروز بیشتر از 6 تا 7 میلیون آدم درش زندگی میکنه، اما شما فابریکه دای ندارید، صنعت ندارید، تولیدات داخلی ندارید. با تنها چیزی که مواجه هستین به صورت روزافزون مردم از تحصیلات عالی خود به پایان میرسونن و مطالبات کار دارن. حکومت براحتی میتونه که یک وزارت معارف به صورت بسیار جدی سیستم آموزشی افغانستان بازنگری کنه، واقعا به صورت جدی. ولی آقای یک مسئله، آقای وزارت نگاه در بینی از یا کسای بیشترشان هستند که در یک مملکت خارجی میرن و در آنجا برای خود یک زندگی خوبی را میسازن و با وجود مشکلات خیلی زیاد اگر برسن اونجا دیده میشه که استعداد بود ولی امکانات در کشور خودش وجود نداره. امیرم میگم وزارت معارف و بازنگری نیاز داره. متعاقبا وزارت تحصیلات عالی تمام برنامه شیوه جذب کنکوری سراسری در افغانستان به چالش بکشه و بازنگری کنه. تمام مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان امروز تعدید ملی هستن، واقعا تعدید ملی. سنت میتن، حکومت کار دادن نمیتونه و 10 سال بعد ما با یک وضعیت بسیار فاجعه بارتر از این مواجه خواهد بودیم. و آخرین مورد، حرفی که اول زدم تکرار میکنم که از یک طرف به مو میزان که توجه حکومت میخواهیم، از طرف دیگر خواست ما است که به جای رفتن با هم فکر کنیم، سوال کنیم و این خاک بسازیم واقعا. بسیار زیاد تشکر. ډیر زیات تمنه کول تاسو دوار څخه د مدني ټولنې فعال رحیم جمی او لیکوال او څیړونکو یاسین نگار سره په استودیو کې تاسو څرګندونه واورید د چې افغانستان به تر څو د خپل کډرونو له لاس اور کولو لپاره بیل بیل پلمې لټوي او افغان ځوانان به د لارې په اوږدو کې تر کومه په بیل بیل فجایو کې وژل کیږي. دا هغه پوښتنه ده چې تر اوسه هم داخله وخت جواب ویلو ته نه دی څرګند. تربیه